سلام دوستان عزیز فردین نوری هستم یک از مشاورین در امور مهاجرین و پناهندگان در آلمان امروز خواستم به تعدادی از سوالات شما ایزان در رابطه به قبولی ممنوعیت اخراج در آلمان که به آن را ابچی بونت و بوت میگویند پاسخ را کنم بله دوستان گرامی حال میپردازیم به سوالات شما ایزان در سوال اول یکی از جمله دوستان ما پرسیدند که من حدود ده ماه شود در کمپ هستم. حدود یک ماه میشه جوابم آمده. ممنوعیت اخراج گرفتم. و حالا من را ترانسفر نمی کنه. پیش سوسیال رفتم. میگم منتظر باش. خودم مشکل برایم که نمی آید. در پاسخ به سوال شما دوست عزیز میتوان به طور مختصر گفت که نه خیر. برای شما هیچ مشکل پیش نمی آید. در سوال دوم یکی از جملات دوستان دیگر ما پرسیدن که من قبولی ممنوعیت اخراج یا اپشی بود دارم. برای فرزند نو تولد خود درخواست پناهندگی بدهم یا خیر؟ مزایا و معایب پناهندگی برای طفل متولد در آلمان چیست؟ در پاسخ به سوال شما دوستاییز باید گفت که در صورتی که فرزند نو تولد شما کدام دلیل دیگری برای پناهندگی داشته باشد و شما بخواهید برای آن قبولی بهتری به دست بیاورید شما می توانید برای آن درخواست پناهندگی جداگانه بدهید و در صورتی که آن را شما بعدا ثابت کرده بتوانید ممکن برای فرزند شما قبولی بهتری داده شود در غیر آن اگر برای فرزند شما کدام دلیل متفاوت نسبت به دلیل پناهندگی شما وجود نداشته باشد شما می توانید برای وی هم همان قبولی را که شما به دست آورده اید قبول نمایید و برای فرزندتان هم مطابق به قبولی ممنوعیت اخراج کارت اقامت داده می شود مزایای آن همین شده میتواند که در صورتی که دلیل پناهندگی بهتری را برای وی ثابت کرده بتوانید ممکن بتوانید برای وی قبولی بهتری به دست بیاورید و معایب آن این می تواند باشد که برای دادن درخواست پناهندگی جداگانه برای وی باید خود و یا از طریق وکیل اقدام کنید دلیل پناهندگی را به اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان ثابت سازید ممکن زمان زیاد نیز برای به دست آوردن نتیجه پناهندگی فرزندتان منتظر بمانید و غیره در سوال سوم یکی از جمله دوستان دیگر ما پرسیدند که من قبولی من اخراج یک ساله به دست آوردم فعلا در هایم هستم می خواهم هم کورس بخوانم و هم در جریان کورس کار قانونی کنم و مالیه بدهم آیا کورس خواندن در صورتی که کار کنی رایگان است و یا باید پول پرداخت کنی فعلا مربوط سوسیال هستم در پاسخ به سوال شما دوست عزیز باید گفت که بعد از به دست آوردن قبولیتان شما مربوط به جاب میشوید. در صورتی که شما کار کنید و هیچ کمکی از جاب سنتر و یا سوسیال نگیرید برای شما کورس زبان آلمانی رایگان نمی باشد. شما باید پول آن را خودتان پرداخت کنید. ولی اگر شما کار کمتر کنید و از جاب سنتر و یا سوسیال کمک اندکی هم بگیرید در آن صورت کورس زبان آلمانی برای شما رایگان می باشد و از شما برای آن پول گرفتن نمی شود. در سوال چهارم یکی از دوستان دیگر ما پرسیدن که من قبولی یک ساله گرفتم. چهار ماه می شود ولی از جاب سنتر هیچ خبری نشد. باید خودمان حضوری برویم یا که برایمان پست میفرستد. در پاسخ به سوال شما دوست باید گفت که معمولا شما باید برای آن خود اقدام کنید. اگر شما در کمپ پناهندگان زندگی می کنید از کارمندان اجتماعیتان در مورد بپرسید آنها برای شما در مورد رهنمایی خواهند کرد. که چگونه باید اقدام کنید و یا باید منتظر بمانید ولی اگر شما در خارج از کمپ خانه گرفته و در آن زندگی می کنید به یکی از دفاتر مشوره برای پناهندگان مانند دی دفتر دیاکونی کاغیتاز، اوو درک، و یا در شهر و یا ایالتتان مراجعه کنید و آنها برای شما در مورد مشوره خواهند داد قابل یادآوری است که مشوره این دفاتر برای شما کاملا رایگان می باشد. قابل یادآوری است که من در رابطه با چگونگی شامل شدن در جاب سنتر بعد از قبولی یک ویدیوی معلوماتی ترتیب و در همین کانال یوتیوبم هم نشر نمودم که من لینک آن را در پایین همین ویدیو برایتان می گذارم در صورت علاقه مندی شما می توانید روی این لینک فشار داده و آن را تماشا کنید در سوال پنجم یکی از دوستان دیگر ما پرسیدند که من من اخراج دارم فعلا بیکار هستم درخواست اوکی بیمه دادم از من درخواست شماره بیمه بازنشستگی کردند که من ندارم برای اوکی بیمه لطفا راهنمایی کنید در پاسخ به سوال شما دوست عزیز باید گفت که شما می توانید آن را از اداره دویچه رنتن در شهر و یا ایالت مربوطه ایتان به دست بیاورید شما می توانید با کارت اقامت و یا ارن و برگه و یا کارت اقامتی که دارید به این اداره در شهر و یا ایالتتان مراجعه کنید و از آنها این شماره تان را بخواهید. آنها برای تان آن را خواهند داد. اگر شما نمیدانید که این اداره در شهر و یا ایالتتان در کجا موقعیت دارد، شما می توانید در اینترنت به آلمانی دایچه، قنتن فیزی با نام شهرتان بنویسید آدرس آن را و ساعات کاری آن را پیدا خواهید کرد. در سوال ششم یکی از دوستان دیگر ما پرسیدند که ما چهار ما میشه قبولی گرفتیم اما هنوز نامه دوم نامدن به ما که برویم به شست ماندن با آیدی. به نظر شما کدام مشکل است؟ چون از دوستای ما قبولی را گرفتن دو ماه بعد رفتن به شست آیدی و دیگه که هنوز زیر نظر سوسیال هستیم. اگر مهربانی کنید معلومات بتین. در پاسخ به سوال شما دوست عزیز باید گفت که من نمیدانم که مقصد شما از نامه دوم چی است که برای شما نیامده و نامه اولی شما در رابطه با چی می باشد و از کجا برای شما آمده و آیا در آن نوشته است که قبولی ممنوعیت اخراج گرفته اید این سوالاتی هستند که باید برایم واضح باشند تا بتوانم پاسخ شما را داده بتوانم پس اگر شما در کمپ زندگی می کنید مشوره کارمند اجتماعی را در مورد بگیرید ولی اگر شما در خارج از کمپ خانه گرفته و در آن زندگی میکنید و یکی از دفاتر مشوره دهی برای پناهندگان مانند دفتر دیاکونی، کاغیتاس، اوو، دارکا و یا بیارکا در شهر و یا ایالتتان مراجعه کنید و آنها برای شما در مورد مشوره خواهند داد. قابل یادآوری است که مشوره دهی این دفاتر برای شما کاملا رایگان می باشد. و اینکه شما می توانید برای من در رابطه به آن در پایین همین ویدیو سوالتان را واضح بنویسید تا من بتوانم به سوالتان پاسخ را کنم و در سوال هفتم یکی از دوستان دیگر ما پرسیدند که من ایرانی هستم و اقامت یک ساله را گرفتم آیا می توانم با این اقامت به کشور همسایه ایران برای دیدار خانواده هم سفر کنم؟ در پاسخ به سوال شما دوست عزیز باید گفت که شما متاسفانه ننوشته اید که چی نوع اقامت یک ساله را به دست آورده اید و به چی اساس آن را به دست آورده اید اگر شما قبولی ممنوعیت اخراج به دست آورده باشید در صورتی که به اساس بیماریتان آن را به دست نیاورده باشید و در صورتی که پاس کشور اصلیتان و یا پاس خاکستری داشته باشید بله به استثنای کشور اصلیتان و کشورهای دیگر جهان اجازه سفر را دارید. ولی در صورتی که شما کدام نوع دیگری از قبولی ها را در آلمان به دست آورده اید شما می توانید شماره ماده ای را که مطابق به آن کارت قامتیتان را در آلمان به دست آورده اید در پایین این ویدیو بنویسید تا بتوانم سوالتان را به طور بهتر آن پاسخ دهم. ده بله دوستان گرامی سپاس از این که تا اکنون مرا همراهی کردید برای دانستن همچون موضوعات جالب دیگر در رابطه به مهاجرت و پناهندگی در آلمان حقوق و وجایب مهاجرین و پناهندگان در آلمان و فراگیری زبان آلمانی و غیره می توانید این کانال هاگایدهی خودتان را سبسکرایب و دنبال کنید و اگر سوالی و یا نظری در مورد موضوع امروزی داشته باشید می توانید آن را در پایین همین ویدیو با من شریک سازید